ببینید ما دو تا راه داریم از ایران، یا با یه پرواز یک تیکه بیایم تا دبی یا قطر و ترکیه و از اونجا مستقیم میایم استرالیا، یا راه دومی برای من و امثال من که بذاره برام سخت‌تر به خاطر بچه که داریم، من مسیر دیگه رو انتخاب کردم، از مسیر دبی، تایلند و ملبورن اومدم، یعنی سه پرواز خرد خرد شده. اینو پیشنهاد میکنم به همه کسایی که حالا ذره سخته براشون بچه دارن و اینها، چون پرواز 14 ساعته مستقیم خیلی سخته، ولی این پرواز خوبی بود و تهران هم بارا رو از ما گرفتن و توی ملبورن ما تحویل دادن. خب اولین چیزی که هست اینجا بحث جت لگ بودن و تایمینگ و اینهاست. برای ما ایرانی ها زیاد مفهوم نداره ساعت 5:30 شب شهر تعطیل باشه به از آخر هفته ها، این یه ذره سخته. حالا به علاوه اون که تایم اوایل که ما جت لگ بودیم یه ذره سخت بود، یه سری چیزا هست که باید بچه ها بدونن. تجربه چنج کردن پوله، خواهش میکنم که تو ورود سرچ خودشونو بکنن، چون ریت های عجیب غریب و بالا پایین و فی مختلفی وجود داره کسایی که وارد میشن، مخصوصا برای ماها که تبدیل پولمون به پول دنیا و دلار اینها یه ذره خیلی بیارزشه. ولی بچه ها اینو سرچ کنن، صرافی خوبی هست. یه چالش دیگه تو این قضیه این بود که با توجه پاسپورت ما رقم محدودی رو ما میتونستیم تو روز تبدیل کنیم. این رو باید زود انجام بدم. و از همه مهمتر یه کارتی هست به اسم کارت پروف آف ایج، حالا تو سیدنی اسم دیگه ای داره، توی ملبورن پروف آف ایجه، که بلا فاصله بعد که شما یه حساب بانکی باز کنید با یه شماره همراه میتونید این کارت رو بگیرید. حالا پیشنهاد من به دوستانی که میان استرالیا، بانک کامانولث چون خیلی یوزر فرندلیه، خیلی سریع شما میتونید باش ارتباط برقرار کنید و سریع هم کارتش صادر میشه ظرف 4-5 روز، چون برای کراس چکی بکنن با کل دنیا از لحاظ پاسپورتی و شناسنامه‌ای و اینها کارت صادر میشه و شما بعد میتونه همون پول داخل اون کارت داشته باشین، ترانزکشن هاشو داشته باشین و یه ذره دغدغه‌مون برطرف میشه. دیدی که یکی که داره برخلاف حالا سیستم تامین اجتماعی خودمون تو ایران، شما میتونید آنلاین ثبت نام کنید ولی اطلاعات نفر، یعنی اطلاعات سکونتی به شماره حساب کسی از دوستانتون رو بدین که تو استرالیا است. اینه که مثلا من تو فروردین اقدام کردم، به بعد به ورود تو استرالیا کارت مدیکیرم دستم بود. یعنی چقدر رادی. آره، و شما میتونید وقتی تو نرم افزار شماره حسابتون رو، آدرستون رو، شماره تماستون رو عوض کنید. ببینید دو تا دسته بندی کنیم، کسایی که مثل من تو تهران زندگی کردن فکر می‌کنم تو ملبورن راحت‌تر باشن، چون ما همش عادت داریم به بدو بدو و شلوغی و ترافیک و اینجور چیزها. ملبورن خیلی آرومه، یعنی خیلی آرامش عجیبی هست، حالا حتی تو سابرب چه خود سیتیش هم که هست اونجوری شلوغی رو نداریم. من سیدنی نرفتم ولی دوستانی هستن اونجا که هستن میگن دقیقاً انگار تو تهران داری زندگی می‌کنی، پیس سرعتی و اینها زیاده، ولی مردم ملبورن واقعا کلمه نایس واقعا ازشون استفاده میکنن، درسته، بسیار آدمای یعنی مهربان، آدمای ساپورتیو. و من تقریبا الان هر اداره که رفتم، چه وقت بحث گواهی نامه بوده چه وقت بحثای دیگه که بوده، حس خیلی خوبی رو به ما دادن. یعنی یکی از دلایلی که شاید من میخواستم 3-4 هفته بمونم و برم به سیدنی ولی الان موندگار شدم، یه شاید یه بخش عظیمش به خاطر ارتباط مردم با ما هست. اولا که نسبت به اون چیزی که ما داریم صحبت می‌کنیم راجع به اجاره خونه که خب هفتگی باید بدیم، اختلاف زیادی بین سیدنی و ملبورن هستش. حالا من سعی می‌کنم خیلی کوتاه بگم. ببینیم ما توی ملبورن امروز مثلا توی منطقه حالا سابربی که با 45 دقیقه تا شهر با CBD یا سنتر شهر فاصله داره، داریم راجع به یه خونه ای صحبت میکنیم با هفته ای $500 کرایه خونه، راجع به یه خونه 3 تا 4 خوابه صحبت میکنیم تقریبا 150 تا 200 متر. ولی همین رقم رو با همین اختلاف فاصله زمانی توی سیدنی یکی از دوستان من که دو روز بعد از من اومده داره دنبال یه خونه ای میگرده که 60 یا 70 متر یه خوابه است، نهایتا 2 خوابه. تازه تقریبا به اونم میشه $600. این قضیه هست. چالش اصلیش اینه که ما ایرانی ها و خب هر عزیز دیگه‌ای که وارد میشه از طریق دوتا نرم افزار ریل استیت و دومین باید اقدام کنند. یا آپشنی که توی اون نرم افزار هست هیستوریه و خب ما متاسفانه هیستوری نداریم، یعنی سابقه خونه گرفتن نداریم و اینجا بسیار میترسن. آره، یه چیزی از ما میخوام به اسم بانک استیتمنت، اون پولی که آوردیم با خودمون اعلام کنیم من اینقدر دارم. ولی خب راهکار زیاده دیگه. یکی از راهکارهایی که هست اینه که
دوستان پیشنهاد میکنن که اعلام کنید ما 6 ماه کرایه خونه رو پیشا پیش به شما میدیم، یعنی طرفی که میاد خونه‌شو به من بده خوش یعنی خیالش راحته، همه پول گنده ای دستش، اما من میدونه 6 ماه دستش پول هست دیگه، یه تا موقع هر جوری باشه من کار پیدا میکنم، ماشین میخرم، مثل خیالش راحت میکنم. ولی واقعیت اینه که چالشه، اینه که خب دوستان اکثرا پیشنهاد میکنن تو ابتدای ورود با Airbnb خونه فرنیش بگیرن یه ماهه که هم یک هیستوری درست بشه، هم من بتونن دنبال خونه بگردن. کار و شغل یه موضوعی که میشه از ایرانم راجبش اقدام کرد، بله، بسته به فعالیت ما و اینکه تو چه زمینه‌ای دلمون میخواد کار کنیم میشه سختگیر نبود تا در بعد ورود رفت سر کار کژوال، یا میشه نه یه ذره سختگیر بود و صبر کرد. فقط یه موضوعی که از خانم جزایری عزیز اینه که این دوستان ما توی استرالیا کارفرماها یه ذره اللحاظ زمانبندی خیلی ریلکسن، بچه اینو در نظر بگیرن، یعنی حالا ما خودمون نمیخوام قومیتیش کنیم ولی یه سری از همشهری همکشوری خودمون اینجوری هستن تو بعضی استانا. اینجا خیلی جالبه، شما مثلا یه جای جابی که اپلای میکنید تازه 2 هفته بعد میشن رزومتون میبینن. خیلی عالی. و سطح درآمدا چطور؟ یعنی حقوق اینجور شغلا راضی کننده است به عنوان کسی که اولین تجربه کاری در استرالیا رو داره ها؟ یعنی حالا بعد از اینکه شما سینیر میشید اصلا بحثش جداست، ولی همین اول به عنوان اولین تجربه لوکال فکر میکنید درآمد با توجه به هزینه ها راضی کننده هست؟ ببینید یه سری هزینه اولی رو بذاریم کنار که ما مجبوریم مثل وسایل خونه بخریم که انگار دوباره داریم 100% نروزم کنار، اگر با حداقل حقوق اینجا کار کنید یعنی تقریبا ماهی به طرز مثال 4000 دلار 3500 دلار که اوردی 2000 دلارش هم رفته برای یک کرایه خونه معمول، با 1500 دلار واقعا میتونید راحت زندگی کنید. ببینید خانم جزایری، ما آزمون PTE هر کسی که آزمون رو داده یا آزمون IELTS حالا اون با شخص محور این بر کامپیوتر محور، باید یه چیزی رو خودمون گول نزنیم، ما دنبال تاکتیک و تکنیکیم که نمره بگیریم بیان، یعنی متریال رو کاور میکنیم که نمره کامل بگیریم که امتیاز خوب بگیریم. مثل امتحانایی که تو دانشگاه به ما یه دونه جزوه میدن از این سوال میاد و ما میرفتیم فقط اون رو میخوندیم. واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. یعنی الان وقتی ما صاحب تلفنی شما میگیرین نمیتونی بهش بگی من PTE 80 دارم، میگه خب دست در نکنه جواب سوال منو بتونی بدی. اصلا این چیزی رو پیشنهاد نمیکنم. یعنی واقعا اگر هر کسی تو پروسه مهاجرته علاوه بر اینکه یه چشش به تلفنه که ببینه پرشین مارجن بهش زنگ میزنه یا نه، حتما بره سمت زبان خوندن، خیلی فرق میکنه، مخصوصا با لهجه اوزی. بله، لهجه بسیار سختیه برای آندرستندینگ، برای صحبت کردن شما میفهمی ولی پای تلفن خیلی بعضن سخت میشه، حتی برای من مدرس. من واقعا درست میگی، یعنی کسی که رفت استارت زد رفت تو کار امتحان دادن یا اصلا از به بسم الله که اسسمنتش قبول شد و دیگه تو پروسه است، به نظرم فقط میتونه بره دنبال کامیونیکیت با کلاسای فری دیسکاشن تو محیط، بره مسافرت خارجی بره بگرده، ولی این که بگه آقا من حالا PTE رو گرفتم دیگه تمومه، خیر. و طبق صحبتی که داشتیم فرمودین که دیروز بچه ها رو بردی ثبت نام کنیم مدرسه، چطور بود این پروسه ثبت نام بچه ها؟ خودم دلم میخواست برم دوباره دبستان درس بخونم. دقیقا. ما منطقه‌ای که هستیم دیروز رفتیم یه منطقه جالبه بدونی، حالا من بعد از این حتما راجع به گواهینامه هم توضیح کوچولو بدم خدمت دوستان، ولی راجع به مدرسه بچه من ابتدایی هن. ما دیروز رفتیم، یعنی هفته پیش، اینها آخر هر فصلی 2 هفته تعطیل هم جمع بچه ها و سکول هالیدیه، هفته پیش درخواست تایم چیز دادیم، سکول تور دادیم، به توری که مدرسه رو بمانشون بدن. دیروز یک هلوش 1 ساعت به ما مدرسه رو نشون دادن، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مدرسه بالای 3-4 هزار متر مربع بود، توش یه زمین فوتبال جدا، زمین بیسبال جدا، زمین بسکتبال و چندین سوله جیم و اینها. بعد 1 ساعتی که ما اونجا رو بازدید کردیم اعلام کردن که ما صحبت کردم عنوان اوورسیز اپلیکنت، کسی که خودم بچه ها زبانشون چی رفتیم که تقریبا در 200-300 کلمه است، 8 سال و 9 سالشون زیاد زبان وارد نیستن، گفتن هیچ مشکلی نداره، ما وسط سال تحصیلی این، و سال تحصیلی 30 ژانویه شروع میشه. دیروز به ما اعلام کردن که تو سایت برید اگر از ما خوشتون اومده، برخلاف مدرسه ایران که آقا جا نداریم نمیشه، گفتن اگر از ما خوشتون اومده
رو سایت برید ثبت نام کنید. مدرسه هولوش 950 تا دانش آموز داشت از پیش دبستانی تا ششم دبستان. ما دیروز مدارکمون رو اپلای کردیم، سابمیت کردیم، براشون ارسال کردیم، امروز تماس گرفتن که ویزاتون هم بفرستید. ما ویزا رو فرستادیم، یک شاید نیم ساعت 40 دقیقه دیگه به ما گفتن که ثبت نامتون تکمیل شده. چقدر تو این کلاسن، معلمشون اینه، از روز فرایدی به جمعه اینجا یه روز بیان که بهشون خوش بگذره، شنبه تعطیل باشن، دوشنبه بیان. یک سایتی رو معرفی کردن، یک فروشگاهی که بریم لباس فرم از اونجا صرفا بخریم و تنها آیتمی هم که از ما نیاز داشتن به عنوان یک اوورسیز اپلیکنت، یک بحث ویزا بود، دو اینکه ثابت کنیم چه منطقه‌ای دور مدرسه هستیم که آدرس بتونن اپلای شه، و از همه مهمتر بحث واکسینیشن کارت بچه‌ها، کارت واکسن بچه‌ها که تو تهران خیابون شریعتی تو تجریش بین‌المللیشو صادر می‌کنن برای بچه‌ها. این تنها آیتمی بود که از ما خواستن با پاسپورت. خیلی عالیه. و بچه‌ها با اینکه الان وسط سال تحصیلیه میتونن برن و ادامه بدن دیگه، دقیقاً از همون مقطعی که هستن میرن دقیقاً تو همون مقطع میشینن، درسته؟ دقیقاً تو همون مقطع میشینن، ولی خب قرار بر اینه که 3 ماه برن بچه‌ها مدرسه، یعنی تا پایان سال تحصیلیه حال حاضر، تا نوامبر فکر میکنم یا دسامبر که به من گفتن حضور ذهن ندارن، برن و بعد از اون 3 ماه یه جلسه اسسمنت با ما بذارن که آقا بچه‌تون درسته تو تایم تو لول درستیه و سال بعد هم ادامه بده یا نه بچه‌تون عقب‌تر بده بعد بره جلوتر یا بالعکس. بسیار عمالی. و در مورد گواهینامه می‌خواستین یه زحمت بکشین توضیحی برام بدین؟ آره، گواهینامه‌ها تا سال 2020 متأسفانه تو گروه‌های تلگرامی بچه‌ها خیلی چیزا رو همینجوری فوروارد می‌کنن و اصلا هم دیگه به ولیدیتیش اعتبار نمی‌دن. از سال 2020 که ظاهرا یه آقای از چین اینجا چند نفر زیر میگیره، هیچ گواهینامه بیش از 6 ماه اینجا ولید نیست. هیچ گواهینامه، یعنی under any condition یک نفری که از خارج میاد با ویزا میاد، حالا کاری ندارم به جز 2-3 تا نشنالیتی، یک مثلا انگلیسی ها ویزاشو ولیده، نه برای ما ویزامون ولید نیست، گواهینامه ولید نیست مگر به دو حالت. یکی این که گواهینامه‌مون رو ترجمه کنیم و مهر ناتی بزنیم، یا فدراسیون اتومبیل رانی ایران گواهینامه رو ترجمه کنه و اینترنشنال لایسنس، درایور لایسنس به شما بده. این دو حال از بعد که تشریف ببرین حالا ویکروت، حالا اینجا هسته که داره راهنمای رانندگی، 6 ماه به شما اجازه میده که بتونید رانندگی کنید، فقط 6 ماه روز ورودتون، یعنی تاریخ ورودتون 6 ماه بهتون اجازه میده بتونید رانندگی کنین. عین این هم حالا یه پرمیتی باید بگیرین، یه کلاس 5 ساعته آنلاین باید بگذرونی اگه گواهینامه داری که من گذروندم، بعد مدرکتو وریفای میکنن، یعنی همون لایسنس تو یا برگه‌ای که ترجمه ناتی داره رو وریفای میکنن، یا امتحان هازارد داری که آنلاین اونو میدی رو سایت، این اولش $20 هم شارژت میکنن، و بعد از اون هم میتونی بری امتحان شهر رو بدی که با یه راننده یا با ماشین خودت بری، چیزی که جالبه اینجا میتونی با ماشین خودت آزمون بدی، یا بعد یه معلم بگیری یکی دو جلسه با اون بگذرونی و بعد بری امتحان شهر رو. و under any condition هیچ گواهینامه ایرانی بیشتر از 6 ماه اینجا اعتبار رانندگی نداره. هر نوع ویزایی هم که باشه، اینو من تحقیق کردم دوستان اگر بدونن بد نیست.